برنامه قلب من شهر من خوش اومدید. این روز پنجشنبه، تمام هفته البته داشتیم ولی روز پنجشنبه روز آخره و فردا با کلیسای هفت رو خواهیم داشت. بله، منم سلام میکنم به همه شما. خیلی خوشحالم که تونستیم توی یک هفته در کنار هم باشیم. چه وقتای عالی داشتیم که بله. شما مهمونای عزیزی داشتیم، ما رو خدمت کردن. امروز هم برنامه خدمتی داریم، حتما با ما باشید. ژیلبرت و جاناتان عزیز خدمت ما رو میکنن و همینطور برادرمون کامران با ما خواهند بود. خداوند ما، عیسی مسیح، کیست پادشاه ما، عیسی مسیح، رهاننده ما، عیسی مسیح، صخر نجات ما، عیسی مسیح، کیست نور این عالم، عیسی مسیح، کیست کاهنده اعظم، عیسی مسیح، خورشید عدالت، عیسی مسیح، نهایت و غایت، عیسی مسیح، عیسی مسیح اکنون میان ماست، خداوند و سلطان و شاه ماست، عیسی مسیح اکنون میان ماست، او سرور و رهبر و شاه ماست. ما شخصیت ما پیغام ماست. آمین. وقتی تو کلیسا میری، اون قلب تو، من تو این چند روزه بیشتر دیدم، اون مهم قلب و پیغام هستش. و امروز هم میخوایم ازت بشنویم. میدونم رجب شفا میخوای صحبت کنی، یه مقدمه رو اینجا بگو، بعد ازت یه پیغام میشنویم و بعد برای عزیزان دعا خواهیم کرد. عزیزان جایی نریدان، پیغام میشنویم و بعد دعا میکنیم و خداوند امروز میخواد معجزه کنه برای کسانی که قلبتون شکسته، قلبتون احساس به شفا داره، احتیاج به شفا داره، و یا جسمتون. خداوند امروز میخواد شفا بده. این پیغام کلام خدا رو بند رو میشنویم. مقدمه‌ش رو اینجا بگو، بعد پیغام رو با ما در میون بگذار. تو این چند دقیقه‌ای که با هم دیگه سه نفری صحبت کردیم، فقط یکی از ابعاد رو در نظر گرفتیم، اون ابعاد بود گفتن، شنیدن و دیدن هست. اما بود دیگری هم هست. دستتون رو بدید به من. من الان شمارش کار کردم. لمس کردم. بله. ما نیاز به لمس داریم. بله، آمین. لمس خداوند. آمین. لمس که درش قدرت است. آمین. و ادامه کلام رو خواهید شنید. آمین. لمس. آمین. راجع به لمس صحبت خواهید کرد. پس شما برید حاضر بشید. بله عزیزان، خداوند میخواد ما رو لمس بکنه. زندگی های ما رو، قلب ما رو. خدای لمسه. از دور نیست. از دور نیست که فقط دستور بده، بلکه از نزدیک. بعضی هم میگه آه خداوند منو لمس کرد. خیلی مواقع وقتی لمس میکنه از درون مثل که یک شفا، یک آرامش میاد، جاری میشه. و امروز هم وقتی جاناتان راجع به لمس صحبت میکنه، شما هم باهاش همدعا بشی، بگی خداوند این چیزی که این مرد تو، این پسر تو داره میگه، من میخوام بچشم، من میخوام لمس کنم، چون خدا هم میخواد تو رو لمس بکنه. یوناتان عزیز، آماده هستیم از شما بشنویم. در کتاب مرقس باب 1:40 کلام خداوند میگوید: و ابرسی پیش وی آمده استدعا کرد و زانو زده بدو گفت: اگر بخواهی میتوانی مرا طاهر سازی. عیسی ترحم نموده دست خود را دراز کرد و او را لمس نموده بدو گفت: میخواهم، پس طاهر شو. و چون سخن گفت، فلفور برس از او زایل شده و پاک گشت. تصور بکنید یک شخص جزامی، یک شخصی که اجتماع و فرهنگ و خانواده و دوستان و پدر مادر، شاید همسرش، اونو ترک کرده بودن. کسی که توی شهر نمیتونه زندگی بکنه، کسی که میبایست به اردوگاه خارج از شهر میرفت، چون شخصی بود کثیف. هیچ کس نمیخواست با اون مکالمه بکنه، چون نفسش منجر میشد که شاید سایرین هم به این مرض مبتلا بشن. هیچ کس با اونا نمیخواست کاری داشته باشه. زندگیش پر از درد بود، پر از غم بود. همه پوستش، همه استخوناش، همه وجودش پر از زخمها بود. زخمهایی که خونالود بود، دمله‌هایی که درد داشت، خارش داشت. و این مرد نه فقط قلبش دردناک بود، بلکه همه جسمش نیز درد داشت. اما یه شجاعتی به خودش میده و میاد و از جای دور فریاد میزنه، میگه عیسی مسیح، اگر میخواهی مرا شفا بده. و جالب اینجاست، مسیح میدونست این شخص جزامیه، مسیح میدونست که این شخص کثیفه. جالب اینجاست که وقتی یک جزامی وارد شهر میشد، یا وقتی یک جزامی در حول و حوش مردم میومد، مطابق عهد عتیق فریاد میزدن کثیف، کثیف،
چون میخواستن که مردم مبتلا به مرضش نشن و همیشه با انگشت بهشون اشاره میکردن که اینها کثافتن، که اینها کثیفن، که اینها خوب نیستن. عیسی مسیح این رو میدونست در مورد این جزامی. اما کلام خدا مرقس نمیگه که مسیح به دو گفت، بلکه میگه مسیح او را لمس کرد. تصور بکنید زمانی که این مرد بعد از سالیان سال برای بار اول پوست به پوستش خورد، یه نفر صورت او را لمس کرد، یه نفر بدن او را لمس کرد. من نمیدونم وقتی که مسیح جسم این جزامی را لمس کرد، آیا لمس مسیح فقط بر جسمش بود یا شاید بر قلبش بود؟ آیا بر قلب و جسمش بود یا شاید بر افکارش بود؟ شاید خاطره های کوچیکی و طفولیتش براش تداوی شد. یادش اومد زمانی که مادرش او را به آغوش میکشید، یادش اومد زمانی که مادرش او را لمس میکرد. سالیان سال گذشته بود و هیچکی این مرد را لمس نکرده بود، اما کلام میگه عیسی مسیح او را لمس کرد. شاید سالیان ساله که کسی با ما کاری نداره، شاید سالیان ساله که ما را مثل یه جزامی با مون رفتار میکنن، شاید تو نیاز داری که یکی تو رو لمس بکنه و این لمس فقط لمس جسم نیست، بلکه لمس روح توست، بلکه لمس قلب توست، بلکه لمس افکار توست. امروز عیسی مسیح هرچند که میتونه بگه، اما این کار رو نمیکنه، بلکه نزدیک میاد، دستشو دراز میکنه، میخواد چهره تو رو لمس بکنه، میخواد دست تو رو لمس بکنه، میخواد قلب تو رو لمس بکنه. شنیدید امشب، دیشب، پریشب بارها گفتیم قلب من، شهر من. امروز روی سخن من با قلب توست، قلبی که نیاز به شفا داره، قلبی که نیاز به التیام داره، جسمی که نیاز به شفا داره. کلام خدا من میگه به ضربها و زخمهای او ما شفا یافته. ایمان داری که مسیح میخواد نه فقط قلب تو رو لمس بکنه، بلکه جسم تو رو شفا بده؟ آیا میخوای که عیسی مسیح زندگی تو رو زیر و رو بکنه، تو رو دگرگون بکنه؟ او میتونست به این مرد بگه ای مرد شفا بیاب، اما کلام میگه مسیح او را لمس نموده، گفت میخواهم طاهر شو. شاید سوال کردی ای خدا اگه میخوای منو شفا بده، اگه میخوای منو لمس کن، اگه میخوای منو نجات بده. مسیح تو رو لمس میکنه که یک، اون گرمای بدن او را حس بکنی، گرمای حضور او را حس بکنی، و بعد سخن میگه، میگه میخواهم طاهر شو. مسیح همه ابعاد زندگی ما رو در نظر میگیره. خیلی از ماها نیاز داریم لمس بشیم. حضور خداوند میتونه تو رو لمس بکنه. امشب همون جایی که هستی دستتو دراز کن، بگو ای عیسی مسیح منو لمس کن، ای عیسی مسیح قلب منو لمس کن، منو شفا بده، منو قدرت بده، منو قوت بده، منو از این تخت مریضی جسم، منو از این تخت مریضی روحانی بلند بکن. و نه فقط مسیح خواهد گفت، بلکه مسیح تو رو لمس خواهد کرد. اجازه بدید که با هم به یک تصویری بریم، توجه شما رو به اون جذب میکنم و بعد بر میگردیم و بعد با هم ادامه خواهیم داد. شما بگم یک داستان واقعی. بعضیتون شاید این داستان رو شنیدید از خود من. یادم میاد وقتی که تو تهران بودیم و 9-10 سالم بیشتر نبود، بابا منو بالاجبار هر سه شنبه میبرد خونه یه خواهری به اسم هما. خواهر ما هما در کلیسای تهران یک خواهر خیلی قوی، شجاع، دلیر و پخته و پرتجربه در ایمان بود و خداوند رو خیلی دوست داشت مثل شما. هما یه سرود مورد علاقه داشت: ای خداوند قوت من تو را محبت می‌نمایم. هر بار که اینو میخوندیم هما با عشق میخوند. مرض از راه رسید و هما سکته مغزی کرد، سمت راست بدنش فلج شد به طرزی که لبشم به سمت راست آویزان بود و به این نحو هما دیگه نمیتونست راه بره، اعصاب دست شد،
دیگه کلیسا نتونست بیاد. هر سه شنبه شب به زور پدرم میرفتیم خونه خرهما، یه دونه سرود میخوندیم، ای خداوند قوت من. بابا موعظه میکرد، سه نفر دعا میکردیم، هدایا جمع میکردیم و بلند میشدیم میمدیم خونه. دو سال این کار ما بود. یه دونه سرود میخوندیم، ای خداوند قوت من. بابا موعظه میکرد، سه نفر دعا میکردیم، هدایا جمع میکردیم میمدیم خونه. هما دیگه نمیتونست راحت بخونه ای خداوند قوت من، با دهن کجش میگفت ای خداوند قوت من تو را محبت مینماید، دلم بر تو توکل داشت. و میگفت من مدد یافتم. تو خودم گفتم این زن، این مرد از این سرود دو سال هر هفته خسته نشدن، چقدر میخوان این سرود رو بخونن، یه سرود دیگه بخونید. اما باز هفته بعدش یه سرود میخوندیم، ای خداوند قوت من. بابا موعظه میکرد، سه نفر دعا میکردیم، هدایا جمع میشد میمدیم خونه. و هما نمیتونست یک شنبه بیاد کلیسا. یه روز در تهران پدرم داشت موعظه میکرد، وسط موعظهش خداوند هما رو شفا داده بود. هما با پای پیاده اومده بود کلیسا، یک ساعت رو پیاده اومد کلیسا بدون عصا. ورود هما به کلیسا برای ما باعث تعجب بود. من همون بچه 9-10 ساله بودم. هما اومد وارد کلیسا شد، انتظامات از هول نمیدونستن چی کار کنن. برادر دنیز اون موقع قسمتی از انتظامات بود، این شهادت رو تصدیق میکنه. هما اومد تو، بابا موعظه رو من کرد، دیگه موعظه نکرد. و هما از پشت کلیسا با دهن صاف، با فک تنظیم شده به دست شفا دهنده عیسی مسیح گفته ای خداوند قوت من تو را محبت می نماید، جانم بر تو توکل داشت و من مدد یافتم. امروز خیلی قسمت های زندگی های ما کج و محبجه نیست. مزمور 150 آیه 6 کلام خداوند میگه هر که روح دارد خداوند را بپرستد. رو دا بنواز تا ما خداوند را محبت بکنیم. سر پا بیستیم. خداوند قوت من من با همه شما نیست امشب، بلکه با شخص توه. شخص توی که شاید مثل هما مشکلات زندگی، سختی ها، فراز و نشیب ها، حتی شاید امراض سراغت اومده. اما مطمئن باش که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. اگر نام عیسی مسیح را بخوانی، او قادره که تو را شفا بده. نه فقط قلب تو رو میتونه او شفا بده، بلکه جسم تو رو میتونه او لمس بکنه. اگه تو هم امشب مثل من نیاز داری، سرتو بذار رو سینه عیسی مسیح. اگه امشب تو هم مثل من شکسته هستی، صدا رو بلند بکن، بگو ای عیسی مسیح مرا شفا بده. تا حالا نبوده مریضی پیش مسیح بیاد و مریض برگرده، کسی بیاد و خواهش آمرزش گناهان بکنه و مسیح بگه من سرم شلوغه، من مشغولم، الان نه، بمونه واسه بعدن. تا به حال هر که نام مسیح را خوانده است نجات یافته است. امروز تو نام مسیح را بخوان. اوست که میشنود، اوست که عمل میکند. قلب من، شهر من، قلب تو، قلب خدا،
او را بخوان و بذار که لمس او زندگی تو رو زیر رو بکنه. بعد از چند دقیقه با هم دعا خواهیم کرد. میخوام که تو هم با من، با برادر هرمز، با سام، با ما متحد بشی و بعد با هم دعا خواهیم کرد به اسم عیسی مسیح. و مطمئنن دعایی که به اسم عیسی مسیح بلند کرده بشه، پدر اون را خواهد شنید. آمین. آمین. مرسی یوناتان عزیز برای پیغام، و این پیغام رو میپذیریم و این پیغام در ما همون چیزی که گفته شد، شفا و آزادی رو میاره. یوناتان عزیز و سام عزیز، بیاید با هم برای عزیزانمون دعا کنید. امروز جایی نریان، الان خدا میخواد تو زندگی معجزه کنه. معجزه با ایمان ما جاری میشه، با ایمان ما. ایمان به چی؟ به ایمان به همون چیزی که شنیدی، ایمان به حقیقت، به ایمان به این که خدا میگه، خدا میخواد شفا بده و ما دریافت میکنیم. عیسی مسیح وقتی که خدمتش شروع میکرد، بلند شد، همون اول خدمتش گفت روح خداوند بر من است، مرا مسح کرده تا فقیران رو بشارت بدم، مرا فرستاده تا شکست دلان رو شفا بدم. آیا احتیاج به خبر خوش داری؟ آیا شکست دل هستی که شفا بیابی؟ احتیاج به شفا داشته باشی؟ اسیران را به رستگاری، کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. آیا احتیاج به آزادی داری؟ جسمت درد داره؟ بدتر از درد جسم، درد قلبه. قلبت درد داره؟ خداوند امشب میخواد لمست کنه. او پدره، همون کاری که برای هما کرد. خداوند تبعیض قائل نیست، دنبال یک ذره ایمان میگرده. همایی که تو اون دردش، در اون زمانی که نصف بدنش کار نمیکرد، باز هم خدا رو پرستش میکرد، چون ایمان داشت. ایمان تو رو شفا خواهد داد. یوناتان عزیز، میخوام دعا رو شما شروع کنید. برای عزیزان، شما هر جا هستید با ما در دعا باشید و از خداوند بخواید و با یوناتان شما هدایت میکنید، ولی خود عزیزانم باید دعا کنن. آمین. ما برای آمین. اونها دعا نمیکنیم، ما با شما دعا میکنیم. آمین. پدر آسمانی، تو رو شکر میکنیم، تو رو شکر میکنیم به خاطر وجود زنده عیسی مسیح، او که بود و هست و خواهد آمد. تو رو شکر میکنیم که تو بر همه امور واقف هستی. قبل از اینکه دهان خود را بگشاییم، تو صداهای ما را شنیده ای. قبل از اینکه فکری به افکار ما خطور بکنه، تو از اون آگاهی داری. اما امروز همچون اطفال در حضور پدر، نه همچون مخلوق در حضور خالق، بلکه مثل بچه اومدیم به حضور تو، میگیم بابا، میگیم ای پدر، ای پدر آسمانی، به حضور تو آمده ایم چون نیاز داریم، چون نیازمند هستیم که دست تو دراز بکنی، که قلوب ما را لمس بکنی، که افکار ما را لمس بکنی، که زندگی های ما رو زیر و رو بکنی. تو رو شکر میکنیم که تو ما رو دوست داری، عیسی مسیح رو فدا کردی. آیا برای اجسام ما نمیاندیشی؟ آیا من از یاد تو رفتم؟ آیا اون عزیزی که میشب داره با ما، شاید اونم عشق میریزه، داره با ما دعا میکنه، زانو زده، تو رو فراموش کردی؟ توی یه شهری، توی یه شهرستانی، توی یه روستایی، توی یه مملکتی، قریب، تنها، تو رو فراموش کردی؟ هاشا. آمین. تو هیچ وقت، تو هیچ وقت فراموش نمیکنی. امروز عزیزانم رو به حضورت بلند میکنم، به اسم عیسی مسیح می طلبم. ای خداوند، دست تو دراز کن، نه به خاطر لیاقت ما، نه به خاطر دانش ما، فهم ما، دارایی ما، نداری ما، بلکه به خاطر عیسی مسیح می طلبیم که شفا رو تو نازل بساز. بذار شفای جسم معجزه‌ای باشه که شاید خیلی ها به دنبالش می گردن که به حقیقت برسن. منم مثل همون جزامی میگم ای خداوند، اگر میخواهی مرا شفا بده،
شفای روح، شفای جسم، شفای فکر، شفای قلب، شفای خانواده، شفای روابط، شفای برکات مالی. ای خداوند زنجیرها رو بشکن، پاره کن، دیوارها رو پایین بیار، بنایی تازه ای خداوند، بنایی که بر مبنای کلام توست، بر مبنای رابطه زنده با توست، اون فونداسیون قوی ای خداوند که نه شب میدونه، نه روز، نه سلامتی میدونه، نه ضعف، بلکه بر تو بنا شده است. ای خداوند فروتنانه با ایمان با اقتدار ازت میطلبیم و ایمان داریم که تو میشنوی. به اسم عیسی مسیح. بله. آمین. 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 بله خداوند، همینطور که دعا میکردم خداوند این پیغام رو داد. بعضیاتون هستید که در اعتیادید، اعتیاد دست و پای تو رو گرفته، اسیرت کرده، میخوای آزاد شی ولی نمیتونی و حتی میری میخوابی آزاد میشی دوباره میفتی توش و خداوند امشب به تو میگه که دلیل این که در اعتیاد هستی به خاطر این که قلب تو شفا نیافته، قلب تو در درده، برای تسکین درد دیگه دنبال اعتیاد رفتی و اون شفای قلب رو دریافت نکردی. خداوند امشب به تو میگه شفای قلب تو دریافت کن، از اعتیادم آزادت میکنم. امشب خدا میگه که اون زخمی که تو قلبته که باعث شده دنبال این مواد، دنبال مشروب، دنبال این چیزها باشی رو، قلبت، اون ریشه رو من شفا میدم. خداوند آماده است و میخواد که دعا کنیم و شما دریافت کنید. تویی که معتادی بگو، قبل از اون که بگی خداوند من از اعتیادم آزاد کن، بگو خداوند قلب منو شفا بده، چون ریشه اعتیاد تو اون قلب شکستته که خداوند میگه امشب میخوام شفات بدم. پس این دعا رو بکن، عیسی مسیح قلب شکسته منو شفا بده. خداوند عیسی مسیح بیا به قلب و زندگیم و از من انسان تازه‌ای بساز. هر که به من ضربه زده میبخشم، چون که تو داری منو میبخشی. هر کاری که تو زندگیم کردم، هر گناهی که کردم الان میبخشی و من هم دیگرانو میبخشم. خداوند اونایی که به من ضربه زدن، خطاکاران خودم رو میبخشم، چون تو خطاهای منو بخشیدی و امشب قلب منو شفا بده ای خداوند و زندگی تازه. به نام عیسی مسیح از اعتیاد آزاد شو. آزاد شو چون خداوند تو رو شفا داده. به طور خاص دو تا اسم تو فکرم میاد، سعید و مسعود، شاید حتی برادر هستید. خدا میگه من اسم تو رو انتخاب کردم. سعید و مسعود یعنی خوشبخت، ولی خوشبخت نیستی، بدبختی. تا به امروز بدبخت بودی و امشب خدا میگه که من تو رو خوشبختت میکنم، طبق اسمی که از بچگی من رود گذاشتم، سعید، مسعود، تو خوانده شدی خوشبخت باشی. خوشبختی تو در خداوند توست که شفا دهنده تو، بلند کننده توست. پس دعا میکنم خداوندا برای به خصوص سعید و مسعود، ولی برای عزیزانی که خوانده شدن در تو خوشبخت باشن. به نام عیسی مسیح خوشبختی از توست، شفا از توست، آزادی از توست. کوبیدگان رو تو آزاد میکنی، شکست دالان رو تو شفا میدی. پس به نام عیسی مسیح دریافت کن. هر که میخواند اسم تو را ای خداوند عیسی مسیح امشب شفا یابد و آزاد شود، نه به خاطر ما، به خاطر کاری که تو روی صلیب کردی. غمهای ما رو به خود گرفتی، مرضهای ما رو به خود گرفتی، تو بها رو دادی و نفعش امشب با ایمان به ما میرسه. با من بگید آمین. آمین. به من بگید آمین. ما با هم دیگه همکاریم، برادر خواهر هستیم و خدا رو شکر میکنم که میتونیم از این طریق با هم دیگه ایران عزیز رو خدمت بکنیم. ایرانی که دل ما براشه، ایرانی که میدونیم خداوند خونده اون کشور رو که از اونجا پیغام خوش مسیح تو تمام دنیا بپیچه. ما این رو در کلام خدا گفته با او ایستادگی میکنیم. چند وقت پیش با کشیش لوکاس بودم در کشور کانادا و یک داستانی رو برای من تعریف کرد که واقعا قلب من رو لمس کرد. کشیش لوکاس از من پرسید میدونی چرا کلیساهای ایرانی ثروتمند توشون کم هست؟ گفتم نه نمیدونم، میشه برای من شما توضیح بده؟ گفت بذار برای یه داستانی تعریف کنم. گفت پسر من توی خب کلیسا بزرگ شده و ایشون وقتی که 17 سالش بود اولین کار خودش رو در کشور آمریکا توی یک بانک گرفت. بعد یک ماه که گذشت از کارش با خانمم گفتم وقتی حقوقش رو میگیره به نظر تو 10-1 رو میده یا نمیده؟ خانمم گفت نمیدونم. بهش گفتم چیزی بهش نگو، بذار اول حقوقش رو بگیره، وقتی حقوقش رو گرفت نگاه کنیم ببینیم 10-1 رو میده یا نه. حقوقش رو گرفت و اون شب اومد خونه و یک پاکت رو میده به دست باباش، میگه بابا این برای کلیساست. و وقتی بابا باز میکنه میبینه نوشته $1,000 چک به اسم کلیسا.
من با خودش فکر میکنم میگین احتمالاً $1,000 بیشتر در نیاورده تو این ماه. چطور $1,000 داده؟ ده یکیش میشه $100. بعد وقتی برمیگره دوباره خونه میگه پسرم فکر کنم یه اشتباه کردی. این چک باید $100 باشه نه $1,000. میگه پدر جان این اولین کار منه. کلی هم هنوز سالهای زندگی مونده. من حالا میتونم بعداً ده یکیشو بدم. بذار بهترینم رو ببرم به حضور خدا. تمام این چک اول من مال خداست. برمیگره به خانمش میگه برادر لوکاس ببین یک روز این پسر میشه یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا. امروز پسرشون حدود فکر کنم 30 سالش هست و واقعا یکی از ثروتمندترین جوانهایی هستش که خود برادر لوکاس میگه من میشناسم. خداوند برکت میده. وقتی تو میری بهترینت رو برای خدا میذاری توی همه چیز خدا برکت میده و این واقعا برای من درسی شده و من اینو تجربه کردم توی زندگیم و میدونم خدا این کارو میکنه. فقط گفتم اینو باشون درمیون بگذارم. الان میخوام از کیشورماز عزیز دعوت کنم بیان اینجا. میدونم تلفن‌های زیادی داریم. کیشورماز عزیز خدا رو شکر براتون داستانی. آره واقعا من قلبمو لمس کرد. پس جواب سوالتو گرفتی. چرا در کلیساهای ایرانی میلیونر کم کمه؟ نمیگم نیستا، هست. هست بله. چرا بله. کمه؟ به خاطر اینکه بهترین رو باید بدیم. تمام اون داره برای خدا بدونیم برای کی هست. ولی دعا می‌کنیم بیشتر و بیشتر بشه چون خدا قول برکتو داده. ولی کلیدش اینه میگه بدهید تا به شما داده شود. واقعا خدا رو شکر و خدا شکر برای این عزیزانی که میخوان گفتن که هر چقدر که شما عزیزان هدیه بدین، هر چقدر ما هدیه بدیم در آخر این هفته یعنی تا فردا این عزیزان میان و اون رو مچ میکنن و میان اون رو همون مثلا اگه شما $1 بدین ایشون هم $1 میدن، $10 بدین اون عزیزان هم $10 میدن. بله. چقدر عالیه این. بله. یه سری از دوستان ما این تعهد رو دادن. برادرمون علی از کالیفرنیا، سیما جان و همسرشون از فرانسه، یه برادر دیگه سعید از کلیسای ما در سن هوزه و دوست عزیزم دکتر علی که استاد دانشگاه شریف بودن. اینها گفتن که در این هفته گفتن ما حاضریم از خودگذشتگی نشون بدیم به شرطی که دیگران از ما نمونه بگیرن و اونها از خودگذشتگی نشون بدن. خب شهادت‌های تازه هم هست. برای همین تا این هفته میگه هر کسی که هدیه میده ما حاضریم اونو دو برابرش کنیم. پس هر هدیه‌ای که در این دو روز میدید این عزیزان گفتن که ما با ایمان اون رو دو برابرش میکنیم. ستاره سحر عیسی مسیح خداوند ما برمیگرده و ما رو یک روز پیش خودش خواهد برد تا با او باشیم و او رو بپرستیم. آمین. ستاره سحر به زودی می آید، ابر تیره رود، صبح شادی آید، کلمه حیات در شکوه و جلا بر طبق وعده‌اش به زودی می آید. کوها شادی کنند، نهرا دستک زنند، جهان زانو زند، او می آید. نغمه پربت و چنگ و بانگ شادی، فریاد پیروزی، او می آید. عیسی شاه شاهان به زودی می آید، ظلمت می گریزد، نور جهان آید. خداوند قدی، خداوند مشی، چنان که فرموده به زودی می آید. کوها شادی کنند، نرها دستک زنند، جهان زانو زند، او می آید. نغمه بربط و چنگ و بانگ شادی، فریاد پیروزی، او می آید. چه روز زیبا و پرشکویی خواهد بود وقتی در حضور خداوند باشیم و او رو بپرستیم رو در رو. امروز کوها شادی کنند، نهرا دستک زنند، چرا که وعده بسیار بزرگ و عالی داریم که خداوند ما عیسی مسیح می آید. کلیسا در دعا بیدار و هوشیار باش، داماد آسمانی ناگه آید. هانه گران باران، ای پراکندگان، ای دل شکستگان، او می آید. کوها شادی کند، نهرا دستک زند، جهان زانو زند، او می آید. نغمه پربت و چنگ و بانگ شادی، فریاد پیروزی.
عزیزی او میآید، کوها شادی کنند، نرها دست زنند، جهان زانو زند. او میآید نغمه بربط و چنگ و بانگ شادی، فریاد پیروزی او میآید. اینم برای اول داستانش رو بگو بعد من بسیار عالی. موضوعش اینها پیراهنایی هستن که ما در کلیسای ایرانیان مسیحی در شهر ولی و ایرواین فراهم کردیم تحت عنوان Pray for Iran و هدف از این پیراهنا این بود که یعنی برای ایران در دعا باشید. آمین. من می‌خواستیم که توجه مردم و اعضای کلیسا و همینطور دوستان رو جلب موقعیت ایران بکنیم و ایران رو در دعاهاشون داشته باشن و ما از اینها فراوان درست کردیم، تهیه کردیم و از فروش اینها اون مبالغ فرستاده میشه برای میسیونرهایی که در ایران یا برای ایرانیان در کشورهای پراکنده خدمت میکنن. به خاطر همین امروز باعث افتخاره که دوستان ما این رو به تن کردن. این هم خدمت سرکار مبارکتون باشه. من میپوشم برای دعا آماده میشیم. آمین. حتما. من راستش بخواین تیشرت دارم ولی اینجا نیست. آره بخدا همه سایز الان دیگه کوچیکه، انقدی بونده بود فقط بخدا من نتونستم بگم کوچیکه به ادرسی کوچیکه. میگن آخرین همیشه اولین در ملکوت خدا. این برای ایران دعا کردن اولین تعهد ما هستش و هر چقدر برای ایران بیشتر دعا کنیم اراده خدا، ادعای ما هم همینه دیگه، دعا نه فقط برای احتیاجاته بلکه دعا در مسیر اراده خداست. خدا میگه ایران نجات میدم، ما با خدا با دعا همسو میشیم، انجام میشه. خدا ایران رو میخواد عوض کنه، پس دعای ما رو جواب میده چون از قبل گفته که میدم، ولی دعا کنید تا بگیرید. و کاری که خدا داره در ایران میکنه انقدر عظیمه که در سراسر جهان داره پخش میشه. وقتی من میرم در کنفرانس ها صحبت میکنم و میگم خدا داره در ایران چیکار میکنه، اول همه جدی داری غلاف میکنی؟ میگم نه، من تازه نمیدونم چه جوری بگم خدا داره چی کار میکنه، ولی کار عظیمی رو خدا شروع کرده و ایران رو در دنیا میخواد نمونه بسازه، نه برای اینکه افتخار کنیم بلکه باعث برکت دیگران باشه. آمین. خب از کامران بشنویم، شما دو سه روز پیش بودی، یکی دو روز غایب، از یه مقدار ازت بشنویم قبل از اون که بریم برای ایران دعا کنیم. چی بگم؟ از کجا بگم؟ از کجا بگم؟ با خواهرت صحبت میکردیم الهام عزیز، چه همون چند ثانیه واقعا یه احساس قلبی عظیمی، نمیدونم چجوریه وقتی آدم محبت خدا درشه با چند ثانیه میگه مثل که اینو میشناسمش واقعا. محبت که میگیم الان با مسلمون، امروز میگفتیم مسلمون چهارتیشه، ساعتیشه، دواتیشه، نیماتیشه، هر کسی محبت که صحبت میکنی همه قلبشون آب میشه، فرق نمیکنه. گاهی اوقات تو یوتیوب میبینیم مثلا یکی میره شیر رو تربیت میکنه، آخه شیر آدمو بگیره پاره پاره میکنه، شیر رو تربیت میکنه، شیر رو بغل میکنه. حالا من نمیگم کسی همچین کاری بکنه، میگم don't do this at home، ولی میبینی آقا این شیر که کارش غریدن و پاره کردن چیزای دیگه است، میاد بغل میکنه انسان رو، ولی نه با یه انسان دیگه، جرئت نمیکنه. ولی اون طرف محبت همینه دیگه، شیرم که یکی مثلا باشه، خیلی بد اخلاق باشه، هر چی هم باشه، طرف آروم میکنه. میگفتی محبت هم یه روز و دو روز و دوازده روزه نمیاد، طول میکشه تمام عمر آدم. مخصوصا آدم ازدواج میکنه، خدا با آدم یاد میده چجوری باید، بهتره که محبت یاد بگیره. یا که پدر میشه که دیگه اون اصلا محبت میاد دیگه، خودش میاد. محبت از راه مختلف میاد، ولی راحت هم نیست، سخته دقیقا، ولی میاد. خدا از تمام چیزایی که برای همه شما اتفاق افتاد، شما من، همه اینا که اینجا هستن دارن فیلم میگیرن، تمام کسایی که دارن نگاه میکنن، تمام اتفاقاتی که تو زندگی ما افتاد، خدا ازش استفاده میکنه که به ما یا به اطرافیامون محبت یاد بده. آمین. شکر. باب تو شبکه هفت عزیزانی که ما رو نگاه میکنید این رو میدونید، اصل یک چیه؟ درستتون رو یاد گرفتید؟ اصل یک محبت حرف اول و آخر رو میزنه. آمین. همه چیز از محبت، ولی به این خط نمیشه. اصل دو چیه؟ اطاعت از کلام خدا، اطاعت ما از رو محبته. و اصل سوم انتقال. تو خوب دانشی خوبی هستی، البته خود جز شبانه کلیسای هفته قبول نیست، از قبل اینجا نوشتم. آره، انتقال یعنی هر برکتی رو که میگیریم به دیگران منتقل کنیم. امروز صبح روی فیسبوک که بودم داشتم پیغام ها رو نگاه میکردم، یک
پیغامی زنده آمد و گفت من این اون هستم. اسم و فامیلشون رو گفتن، منو به یادت هست؟ گفتم نه متاسفانه، نه چهرش یادم بود و نه اسم و فامیلشون. گفت من دختر فلان خانوم هستم، ما صابخونه شما بودیم توی شهر تهران سالها 26 سال پیش، خیابون قفاری بنبست اول پلاک 23. اینو یادم بزنی فراخ، اینو یادمه. و خلاصه گفت من دختر اون خانوم هستم. گفتم خوشحالم از آشنایی با تو. گفت آره من شما رو روی شبکه هفت دیدم، من یکی از بینندگان شبکه هفت هستم. و بعد گفتم خانواده چطورن؟ گفت هممون توبه کردیم. مادرم توبه کرده، خواهر برادرام توبه کردیم، در سوئد هستن. و گفت خدا رو شکر میکنم که شما رو میبینم. ما وقتی تو خیابون قفاری بودیم بنبست اول پلاک 23، من اون موقع 8 سالم بود. خب زمان گذشته، از ایران بیرون اومدیم، اما خدا رو شکر برای کانال هفت که کانال شبکه هفت حتی میتونه دوستان قدیمی رو به هم متصل بکنه و میبینیم که باعث نجات این عزیزان هم شده. خلاصه عزیزانی که ما رو دارید میبینید و دوستان هستید، خدا من شما رو اجر و برکت بده. شبکه هفت عالی. قلب من، یه چیزی که شهر من، یه چیزی که الان دارین صحبت میکنین راجع به شبکه هفت، خدا رو شکر عزیزی رو دیدم توی اروپا و میگفتش کاری که شبکه هفت میتونه انجام بده ما نمیتونیم. چون شما میتونید برین توی اون دهاتایی که ما هیچ وقت شاید نتونیم بریم، توی اون خانواده‌ای که اصلا ما نمیشناسیم، ولی خدا رو از طریق ماهواره میتونیم توی قلب و خونه تک تک این عزیزان خداوند کار بکنه و با قلبشون صحبت کنه. هدیه میدید بدونید برای کار مفید استفاده خواهد شد. خب آماده هستی برای قسمت بعدی؟ بله، یوناتان عزیز فکر کنم آماده است. بله، میشنویم سرود ایران رو. 15 سال پیش، 15 سالم بود و از ایران تازه اومده بودیم و دلم واسه ایران خیلی تنگ شده بود. این سرود رو نوشتم. امروز فقط یه بند و یه بنگردانش رو واسه تون میخونم. صحبت از کشورمون میکنم، کشورمون ایران. ایرانم، ایرانم، سرزمین پدرانم، توی خانه ام، توی کاشانه ام، من در تو شادمانم. اگر خورشید زندگیم فرو رود، اگر نتوانم گویم که دوست دارم، روزی با این خونه خود می نویسم که این تن اهل ایرانم. اگر خورشید زندگیم فرو رود، اگر نتوانم گویم که دوستت دارم، روزی با این خونه خود می نویسم که این تن اهل ایران است. ایران سرزمین پدرانم، توی خانه ام، توی کاشانه ام، من در تو شادمانم. اگر خورشید زندگیم فرو رود، اگر نتوانم گویم که دوست دارم، روزی با این خونه خود می نویسم که این تن اهل ایران است. ایرانم، ای ایران،
سرزمین پدرانم، توی خانه ام، توی کاشانه ام، من در تو شادمانم، من در تو. آمین. بفرمایید برای دعا. آمین. جمع میشیم برای دعا. شما هم در دعا با ما همراه باشید. وقتی که دعاهای ما با وعده های خدا همسو میشه، معجزه میشه. وقتی خدا میگه یه کاری رو میخوام بکنم، یا به ما میگه یا کلامش میگه و طبق اون دعا میکنی، معجزه میشه. دعاهامون، ارادهمون باید همسوی خدا بشه و بعد معجزه میشه. خداوند در ارمیا 49 گفته که ایران رو نجات خواهم داد. گفته تخت پادشاهی ما در ایران برقرار خواهم کرد. پس هر موقع در این مسیر دعا میکنیم، در این مسیر خدمت میکنیم، همکاری میکنیم، نتیجه میگیریم. در شبکه 7 وقتی با هم دعا میکنیم یا با هم خدمت میکنیم، میدونیم این شبکه و پیغامی که داره در مسیر اراده خدا برای نجات ایرانه. پس میدونیم جواب خواهیم گرفت، همونطور که تا به امروز گرفتیم. امروز هم میخواییم دعاهامون رو همسو کنیم با اراده خدا. آمین. 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 خدا رو شکر. که شما از دیروز وقتی داشتین دعا میکردین، نوبت میکردین واسه شهرهای کشورهای اطراف ایران، من اینو تو رویا دیدم که یه روزی نور مسیحیت از ایران میزنه بیرون و تمام کشورهای اطراف، یعنی همسایه‌های ایران میان ایران. همون چیزی که پاستور گفت واقعا تایید شد برای من که میان اونجا با همدیگه خدا رو پرستش بکنیم، با همدیگه دست تو دست همدیگه. من ایمان دارم این رو. و خیلی جالبه، من خیلی کسایی رو دیدم توی این چند سال گذشته که اصلا نمیدونستن استادیومی در ایران وجود داره که 100,000 نفر توش جا میگیره. اصلا نمیدونستن اینو، ولی خدا توی رویا بهشون نشون داده که یک روزی توی اون استادیوم همه جمع میشن و با همدیگه خدا رو و وقتی بهشون میگم همچین استادیوم وجود داره، اصلا موهای بدنشون همه سیخ میشه. و من ایمان دارم که اتفاق انجام خواهد شد. من ایمان دارم یک شنبه ها در استادیوم آزادی چند تا جلسه باید بذاریم، یه دونه کافی نمیشه. آمین. همه اینا طبق کلام خداست. اینا میدونید اینا رویاهای خیالاتی شدن نیست، اینا اعلام کلام خداست. وقتی میگی همچین چیزی انجام خواهد شد، این نیست که کاش، امیدوارم، چقدر قشنگ میشد. داریم کلام خدا رو اعلام میکنیم. وقتی کلام خدا رو میدونیم، نقشه خدا رو برای ایران، وعده خدا رو برای ایران داریم، وقتی همچین حرفی میزنیم آسمان و زمین به لرزه در میاد، چون داریم با خدا همراهی و همکاری میکنیم. اگه این ایمان رو نداشتیم فکر نمیکنم زندگیمون رو صرف خدمت میکردیم برای ایران. درسته. و واقعا این ایمان است که ما رو میبره جلو. آمین. برادری بود فرمودن خدا رو شکر برای مساجدی که در ایران ساخته میشه و فرش‌های علایی که درشون ریخته میشه، چون یک روز اینا باید کلیسا بشه و بهتره که در بهترین جای شهر در بهترین امکانات باشه، چون یک روز صدای یهوه سبایوت از این خانه‌ها بلند خواهد شد. البته اینم که میگه میخوام سوء تفاهم نشه، این نیست که مثلا بیایم ایران رو کشور مسیحی بکنیم بعدم بیایم به زور همه رو از مساجد بیرون کنیم، کلیسا کنیم. راه مسیحی نیست. راه مسیح عوض کردن قلب است. و میگه من در منزل و خانه ها ساکن نیستم، بلکه در قلب های شما ساکن هستم. ایران زمانی خواهد بود که آزادی میاد، نه آزادی مسیحی. اتفاقا اگر مسیحیت در یک جا حکومت کنه خراب میکنه. ما مسیحیان خوانده نشدیم که دیگران رو به زور مسیحی کنیم، ما خوانده شدیم که محبت خدا رو که زندگی ها رو عوض میکنه و نجات او رو با دیگران در میون بگذاریم. ما خوانده نشدیم از بالا به پایین بریم دولت رو عوض کنیم جامعه عوض شه. ما خوانده شدیم قلب ها رو عوض کنیم، اون موقع جامعه عوض شه و حتی ممکنه دولت هم عوض شه یا حداقل تاثیرگذار باشه. این کار خدا هستش. کاری که خدا میخواد در ایران بکنه عمیق تر از یک حرکت سیاسیه. خدا نمیخواد در ایران یک حکومت مسیحی باشه. اصلا اینا حرفای سطحیه. حرفای عمیق خدا اینه که میخوام حکومت من تو قلب تو باشه. آمین. تو خانواده تو باشه. اون موقع ایران و هر حکومتی هم باشه بازم عالیه. وقتی ما انسان ها
عوض بشیم. پس وقتی راجع به نجات ایران صحبت میکنیم، اول نجات قلب‌ها، زندگی‌ها، شفای خانواده‌ها و جامعه ماست. بعد البته تاثیرگذار هست. خیلیاتون از این هستی، در سران حکومتی هستید که نجات پیدا کردی. خدا تو رو در یک اداره‌ای، در یک مقامی گذاشته. من میخوام اینو بگم. چند دقیقه پیش راجع به خواندگی تجارتی صحبت کردم، نه؟ گفتم بعضیا رو خونده خداوند که از لحاظ مالی استعداد و داده که از لحاظ مالی شما موفق باشید و از لحاظ مالی کلیسا رو و کار خدا رو حمایت کنی. و امروز میخوام بگم بعضیا تو رو هم خدا خونده در قسمت حکومتی، یه استعداد، یه حکمت، یه لطفی رو خدا به تو داده که دیگران تو رو دیدن و تو رو انتخاب کردن که در یه جا رأس باشی. و خدا میگه من تو رو در رأس قرار دادم، نه اینکه دیکتاتوری کنی، نه اینکه تو سر مردم بزنی، بلکه تو خدمت بکنی. من تو رو اونجا گذاشتم تا نور و نمک باشی در جمع دیگران. بعضیاتون هستی در قسمت‌های حکومتی، خداوند شما رو نجات داده و همونجا که گذاشته باید بدرخشید. میخوام دعا کنیم. شهرهایی که گفتن رو عزیزان تقاضا کردن رو دعا میکنیم. بله. اگر میخوام با هم دعا کنیم، اگر پیغام، اگر چیزی نبوتی، پیغام نبوتی هم خدا داد اعلام کنیم. پس شروع کنیم. برای کیش از عزیز، واقعا ما اینجا در اون شفاعت میخوایم وایسیم همه با هم دیگه، با یک دل در اتحاد واسه تک تک این شهرها، واسه تک تک عزیزانی که تو این شهرها زندگی میکنن، و با یک دل میخوام بیستیم. اما میخوام یه سری اسامی رو بخونم که به طور مخصوص این عزیزان خواستن که واسه اینجا دعا بشه. شاپور عزیز برای کل ایران، استر عزیز برای بلوچستان، رضا برای مرودشت، ادیت برای سرندج، نسترن خواستن واسه بندرعباس و شاهینشهر دعا بشه. عزیزی خواستن واسه شیراز دعا بشه، رضای عزیز برای بندرعباس، دوباره رضای دیگه واسه اصفهان، خدا شکر واسه رضاها، مریم واسه چارلوس، ناهید عزیز برای اصفهان، زهره برای خوزستان، کیم هست اسمشون فکر میکنم، برای شهری بین قزوین و زنجان هست به نام ابهر. بله خب میشناسید. محسن برای یک پارچگی در ایران خواستن دعا بشه، و هولی هم واسه آستارا. آمین. با هم دیگه دعا کنیم و اگر خدا هم پیغامی رو میگه لطفاً اعلام بکنید. بله آمین. با ما در دعا باشید برای ایران. همدل به نام عیسی مسیح خداوند. بله آمین. آمین. میدونیم ارادت چیه. خداوند این قوم رو تو خواندی که نور باشه، برکت بدی و برکت باشه. میخوای ایران رو نجات بدی تا عامل نجات باشه. اینو ما اعلام میکنیم. ایران نجات بیاب. نجات بیاب. چون خداوند تو چشمش بر توست، برای اینکه تو رو از بند و از اسارت آزاد کنه. تو مرکز محبت خواهی بود، مرکز برکت خواهی بود برای دیگران. به نام عیسی مسیح. در آسمانی تو رو شکر میکنیم به نام عیسی مسیح و ممنون تسلیم به خاطر همه منافع طبیعی که در این مملکت هست ای خداوند، و برکت تو در این مملکت بوده است. تو رو شکر میکنیم به خاطر جانهایی که اونجا هستن، الی خصوص برای خانواده ها دعا میکنیم ای خداوند. مبارک بساز کار تو در کانون خانواده ای پدر. میخوایم که پدر، مادر و اطفال همه با هم ای خداوند زانو بزنن، توبه بکنن، و این از آرزوهای ماست اما از حقیقت به دور نیست، چرا که ایمان و اطمینان داریم که تو قادر هستی چنین کاری رو جان بده ای خداوند. شهرهای ذکر شده، شهرستان هایی که ذکر نشده ای خداوند، کوچه پس کوچه ها، بنبست ها و پلاک ها، طبقه اول و دوم و سوم، بلا استثناء ای پدر آسمانی حضور تو بریزه. در نام عیسی مسیح با ایمان میطلبیم ای پدر. آمین. خداوند به طور مخصوص زنجان رو به حضور تو میاریم الان. آمین. بله. همین امشب خداوندا برو تو خونه عزیزانم در شهر زنجان. آمین. قلب اونها رو لمس بکن خداوند. بله. اونایی که دلشون شکسته است توی شهر زنجان و الان دارن این برنامه رو نگاه میکنن، خلاصه اونایی که حتی برنامه رو نگاه نمیکنن اما دارن در اون شهر الان میخوان آماده بشن که برن بخوابن، دعا میکنم خداوند توی خواب و رویا با اونها ملاقات بکن. خلاصه دعا میکنم برای کرمانشاه عزیز، برای این خداوند و ملت دعا میکنم. دعا میکنم که تک تک عزیزانم که در کرمانشاه هستن با تو آشنا بشن، نجات تو رو دریافت بکنن خداوند. به نام عیسی مسیح. ای خداوند، من هم میخوام هم صدا و حق هم قلب بشم با رضای عزیز و برای بندر عباس دعا کنم. دعا میکنم که بندر عباس بندر عیسی باشه خداوند. این بندر جایی باشه که تو جلال بیابی اونجا خداوند. برای یتیمان اینجا دعا میکنم خداوند، تو پدری کن،
برای بیوه زنان دعا میکنم. خداوند تو شوهری کن. ای خداوند دعا میکنم که جوانان بندر عباس هدف داشته باشن و هدفشون جلال نام تو باشه. دعا میکنم که خداوند پیران خوابها ببینن، رویاها ببینن و خداوند پیغام تو رو به جوانان بگن. دعا میکنم که این بندر، بندر عباس رو بندر عیسی بسازی در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. شمرزاد ها؟ شمرزاد، سمنان. آمین. سمنان. خداوند میخواد که شمرزاد رو برکت بده، سمنان رو برکت بده. مخصوصا تو دلم افتاد مهشت. مهشت شهر مذهبیه. بله. یکی مذهبیه چیکار داره میکنه؟ پس دنبال خداست دیگه. بله. کسی که مذهبیه دنبال خداست. پس دوباره بگیم کسی که مذهبیه دنبال خداست. بله. پس مهشت از قدیم دنبال خدا بود. بله. الان از خدای واقعی میخوایم که اون مهشت رو آفرید. Yes. اون روح مهشت رو بهش داد. آمین. که اون روح مهشت رو دوباره برگردونه بهش. بگه این روح واقعی توه. من تو رو اینطوری خوندم. الان که نور واقعی رو بهت نشون میدم. آمین. من تو دلم امروز افتاد متا باب 22. متا باب 22. میگه که مسیح میگه پادشاهی خداوند مثل چی میمونه؟ مثل جشن عروسی میمونه. بله. که خدا که یه پادشاه میاد جشن عروسی. درسته. بله. خب بعد عروسی میدیم چیکار میکنیم؟ تا حالا چیکار کردیم؟ خب اونایی که آره قبل از جشنیه خیلی زحمت داره. بله زحمت داره. خیلی خرج داره. خیلی تدارکات داره. کارت میفرستن. بله. همه رو جمع تو انجیل هست. بله. کارت میفرستن. دعوت میکنن. کاری که شما دارین میکنین برای کل ایران دارین کارت میفرستین. آقا این جشن عروسیه که خداوند گذاشت. وقتی از ملت میخوایم بیایم کمکتون کنن، پس خرجم داره دیگه. هم خرج مالی داره، هم خرج جانی داره. امه. عروسی کیه؟ عروسی پسر خداونده. پس برای کل ایران رو ما الان چی میگیم؟ میگم ما دعوتت میکنیم به این عروسی. برای این عروسی کسی ها جان خودشون رو دادن، بعضی ها مال خودشون رو میدن، بعضی ها وقت خودشون رو میدن. پس مذهب نیست. به قول ما عروسیه. ایران رو دعوت میکنیم بیا چی؟ آمین. تو این عروسی. عروسی دعوتشون میکنیم. آمین. آمین. بله. من از طرف شما میگم. ایران و ایرانی به عروسی دعوت شدی. خداوند اشکای تو رو پاک میکنه. غمهای تو رو بر میداره. شیون تو رو به رقص تبدیل میکنه. هللویا. چون خداوند تو رو به عروسی دعوت کرده. در حضور خداوند لذت هاست تا بعد ابد الاباد. پس دعا میکنیم خداوند غم های ایران ایرانی رو بردار. بله ای خداوند. بردار خداوند اون افسردگی، اون اسارت، اسارتی که هست به مواد مخدر به خصوص، اسارت به غم، اسارت به خشم. هللویا. به دروغ، ناراستی، عدم اعتماد. خداوند هر لعنت رو از ایران بردار و اون رو نور جهان بگردار به نام عیسی مسیح. آمین. هللویا. آمین. خدا شکر. کی شما اگه یادتون باشه پارسال وقتی آی هاب بودیم توی اون خانه دعا که امسال هم خواهیم رفت ماه دیگه، اونجا عزیزان جیلبرت هم اونجا راستی خواهد بودن. بله. اونجا عزیزان نبوت کردن. همون لحظه که داشتیم دعا می‌کردیم همه آمریکایی واسه من اونجاشون دعا می‌کردن. خدا یه لحظه برایشون یه سرود رو داد. انا از اتاق فرمان خواستم که اون سرود رو اگه بتونن آماده بکنن بعد با این سرود برنامه رو تمام کنه با هم دیگه دعا کنه. میگه ایران Are you ready for Jesus؟ ایران آیا آماده ای که برای عیسی؟ و میگه من دارم میبینم که قلبای سنگی داره تبدیل میشه به قلبای نرم. و منم همین دارم برای ایران میبینم که قلبای سنگی داره تبدیل میشه به قلبای نرم و تک تک عزیزان با خدای زنده ملاقات میکنن. و میگه میلیون دارم میبینم در رویا میلیون ها نفر به مسیح ایمان آوردن. این آینده ایران هستش.